سلام به همه، ما یزد هستیم و اومدیم هتل باغ مشیرالممالک که یه هتلیه که تا به حال با معرفیایی که ما کردیم توی پیج فرق میکنه. میریم داخل با هم دلیل فرق داشتنش رو میبینیم. در رابطه با تاریخچه این هتل باغ بهتون بگم، اینجا برای آقای مشیرالممالک بوده که مصوفی یزد بودن و مسئول وصول مالیات شهر یزد. جالبه بدین که مالیات خراج یزد رو اینجا جمع میکردن و از اینجا به تهران میبردن و حدوداً هم 20 سال هستش که داره اینجا به صورت هتل فعالیت خودش رو ادامه میده. این رومیزی که میبینی رومیزی چرم خود آقای مشیرالممالک. بریم با قسمت‌های بیشتر این هتل آشنا بشیم. اینجا یه هتل 4 ستاره تاپ هستش و سالن‌های مختلفی داره برای رستوران و کافی شاپ و همایش و مراسم‌های مختلف میشه از این قسمت‌ها استفاده کرد. وارد قسمت باغ هتل میشیم. این آبی که میبینید اینجا جاریه، آب چاهه. قبلا قنات بوده که آبش خوش شده و الان سالیان ساله که این آب چاه از این هتل عبور میکنه. توی ورودی این هتل یه جفت توتی هستش که این نرشه مادشم توی اون ظرف سفالیه، اکثرا داخل ظرف رو نمیاد بیرون. یه جورایی دیگه این توتی هم نماد این هتل شدن. 15 ساله که اینجا، خیلی با نمکه. در حال حاضر توی این باغ سرسبز 106 تا اتاق اقامتی وجود داره که شما میتونین ازش استفاده کنین و یک سریاشون هم مشرف هستش به باغ. ما اومدیم برای صرف صبحونه. صبحونه اینجا به صورت سلف سرویس از صبحونه های گرم و سرد. الان به خاطر کرونا یکم محدودتر شده، ولی بازم تنوعش خیلی خوبه و خوردن این صبحونه توی محیط باغ خیلی میچسبه. این قسمتی که میبینی قسمتی بود که صابونه سرو شد و اینجا هم سالن کافشون هستش. اینجا هم قسمت رستوران هتله که یه فضای بزرگی رو بهش اختصاص داده. اینجا قدیمی ترین بنای این هتل هستش که چند تا اتاق هم توی این قسمت در آوردن و بادگیری هم که اینجاست از همون موقع مونده و کلن از اونجایی که از اسم اینجا معلومه هتل باغ مشیرالممالک، یه باغ پر از درختای مختلف. اینجا توی این اتاق دوتا تخت سینگله با یه دونه تخت دبل مناسب برای خانواده 4 نفره. یه سری آیتم هم تو همه اتاقا مشترکه، مثل همین صندوقچه‌ای که داخلش مسواک و خمیردندون و شونه و چیزای بهداشتی قرار گرفته. دمپایی‌های یک بار مصرف و پاشنه‌کش هم اینجاست و اون سمت هم چای سازه که توی همه اتاقا مشترک هستش. اینجا هم یکی دیگه از همون اتاقای زیر بادگیره که قدیمی‌ترین قسمت‌های این هتله. توی این اتاق هم یه تخت دبل گذاشتم. خب بفرمایید داخل این اتاق رو با هم ببینیم. بفرمایید. یه اتاق نسبتاً بزرگم هستش اینجا. سرویس بهداشتی این قسمته و یه تخت دبل. تقریبا اتاقای اینجا با همدیگه هر کدومش متفاوته. یه چیز خیلی خوبی که این هتل داره در و پنجره هاش دو جدار است که اینم خودش برای هتل یه گزینه خیلی خوبه. یه تون از این مینی بارا هم براتون باز میکنم که ببینید. غم هو به سر اومد.
اگه از من بپرسید که برای چی باید هتل مشهورالممالک رو برای اقامت توی یزد انتخاب کنم، بهتون میگم که اینجا یه هتل 4 ستاره است که به صورت سنتیه و توی خودش باغ داره و داشتن این باغ توی گرمای یزد خیلی جذابه، برای اینکه اینجا پر از گل و گیاه و درخت و صدای پرنده هاست که شما میتونید هر موقع اراده کردین از اتاقتون بیاین بیرون و وارد این باغ بشید و از این فضا نهایت استفاده رو ببرید. اگر فکر میکنین که این اطلاعاتی که بهتون دادم یادتون میره، حتما همین الان سیوش بکنید و برای دوستا و همسفرتون هم بفرستید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. تا معرفی یه هتل جذاب دیگه، خدافظ.